الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الابرار المنتجبين واللعنه الدائمه الابديه على اعدائهم الى يوم الدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم خداوند دار در مَجِيدَ مجیدش فَرْمَيَادِ يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ویسارعون فی الخیرات و که من الصالحین صفت آنان این است که ایمان می‌آورند به خداوند متعال و روز دگر روز جزا روز قیامت روز رستاخیز صفت دیگر آنان این است که یأمرون بالمعروف هر آنچه را که نیک است و نیکویی است به او امر میکنند و ینهون عن المنکر بدکرداری را و هر آنچه را که بر او بد صدق میکنه ازش نهی میکنند و یسارعون فی الخیرات با شتاب به طرف هر آنچه را که بر او خیر صدق میکنه حرکت میکنن حالا چه خیر نسبت به خود انسان باشه خیر شخصی چه خیر خانواده او باشه چه خیر جامعه او باشه و اولای که من از صالحین آنانند که جزو زمره خوبان و نیکان و صالحان هستند بحث ما امشب راجع به جنت البقی خواهد بود و بارگاه های ملکوتی منهدم شده چهار امام معصوم و چهار حجت خدا بر همه خلائق جهان یعنی آقا امام حسن و مشتبا آقا امام سجاد آقا امام باقر و آقا امام صادق علیهم مصطلات و از کس سلام است که متاسفانه همکنون 86 سال از تخریب و انهدام آن بارگاه های ملکوتی می گذارد. و هیچ اقدام جدی از مسلمانان جهان برای بازسازی آن بارگاه های ملکوتی صورت نگرفته و همچنین راجع به سامره و راجع به بارگاه منهدم شده آقا امام دهم و آقا امام یازدهم آقا امام حادی و امام عسکری علیهم الصلاة و السلام که متاسفانه تا کنون اقدام جدی برای سرعت بخشیدن به بازسازی حرم و بارگاه ملکوتی این دو امام صورت نگرفته خداوند متعال می‌فرماد که صفت مؤمنین این است یؤمنون بالله والیوم الاخر نکاتی چند راجع به این آیه شریف شایان توجه نکته اول این است که بالاترین صفت درونی انسان ایمان به خدا و ایمان به روز دیگر است بالاترین مسئولیتی که به قلب انسان تعلق میگیره بالاترین مسئولیت روح و روان و باطن انسان ایمان به خدا و روز جزاست و همچنین بالاترین صفتی که به جوارح انسان تعلق میگیره بالاترین صفتی که به ظاهر انسان تعلق میگیره بالاترین صفت برونی انسان این است که امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه هر آنچه را که نیک است به او امر کند و هر آنچه را که بد است از او نهی کند خداوند متعال نفرمود که یؤمنون بالله و الاخر و یصلون نفرمود و یزکون او یحجون او یخمسون فرمود که و یامرون بالمعروفی و ینهون عن المنکر چرا که اساس برپایی کل شاعر دین از نماز و روزه و حج و خمس و زکات و جهاد و ما به ذالک همان امر معروف و نهی از منکر است اگر امر معروف و نهی از منکر در یک جامعه به عنوان اصل و قاعده تلقی شد کل مسائل دیگر چه مسائل مربوط به اصول دین چه مسائل مربوط به فروع دین پا بر و استوار خواهد بود نکته دوم این است که خود این تسلسل خود این ترتیب یا به عبارت دیگه جایگاهی که در آیه شریفه برای این دو صفت تعیین شده که خداوند متعال فرمود یؤمنون بالله و الاخر بعد و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر خود این تسلسل خود این ترتیب خود این نحوه برقراری این ارتباط بین این دو صفت شایان توجه نیز هست به این معنا که آنچرا که از این آیه شریف استفاده میشه اینه که ایمان خود به خداوند متعال و روز جزا جنبه علیت داره نسبت به امر به معروف و نهی از منکر شما ملاحظه بفرمایید حالا یک کسی به خانم خودش ظلم میکنه به زن و بچهش ظلم میکنه به من چه حکومتی به مردم خودش ظلم میکنه به من چه نه کسی که واقعا ایمان دارد به خداوند متعال کسی که ایمان دارد به روز جزای امرون بالمعروفی و ینهون عن المنکر پس ایمان به خداوند متعال و روز جزا جنبه علیت دارد نسبت به امر معروف و نهی از منکر اگر نه به من چه هر کسی به هر کسی ظلم کنه نه شما مسئول هستید هر مؤمنی مسئولیت داره نسبت به برقراری عدالت در جامعه به شکل عام و همچنین از اون طرف امر به معروف و نهی از منکر جنبه معلولیت داره نتیجه و اثره ایمان نتیجهش امر به معروف و نهی از منکر است امر به معروف و نهی از منکر نیز معلول و نتیجه و اثر همون ایمان به خداست پس بنابراین به تعبیر معروف به برهان انی برهان انی این است که شما از یک نتیجه و از یک معلول به علت و به مؤثر پی ببرید به برهان انی ما می توانیم بفهمیم آیا این شخص واقعا مؤمنه یا نه اگر دیدیم امر معروف میکنه نهی از منکر میکنه میفهمیم که اون آقا ایمانش حقیقی و واقعی است اگر نه ایمان شکلی و ظاهری و تصنعی است این هم نکته دومی که در آیه شریف شایان توجهه اگر دیدیم مسلمان های جهان واقعا نسبت به بارگاه های ملکوتی ائمه بقی علیهم الصلاه و, و السلام اقدام جدی کردن و داشتن نهی از منکر کردن همین نشونگر عمق ایمان آنها خواهد بود و اینکه ایمان آنها ریشه داره ظاهری نیست این هم نکته دوم راجع به این آیه شریفه که خود نحوه جایگزینی این دو صفت نشونگر مطلب علیت و معلولیت و اثر و مؤثره نکته سوم در این آیه شریفه این است که ایمان به خداوند متعال و روز جزا و همچنین امر معروف و نهی از منکر مراتبی داره به قول معروف حقایق تشکیکی هستند مانند نور ما نور خورشید داریم و نور ماه و نور شمع همه اینا نوره ولیکن تفاوت از زمین تا آسمان است سلمان ایمان داره و فرض کنید امثال بنده هم ایمان دارن ولیکن تفاوت از زمین تا آسمان است خود ایمان مراتبی داره خود ایمان درجاتی داره همچنین امر معروف و نهی از منکر کسی نسبت به خانوادهش این مسئولیت رو احساس میکنه که امر معروف بکنه نهی از منکر مبادا بچه هاش خدای نکرده معتاد بشن یا خدای نکرده قاتل و ما به ذالک بشن کسی احساس مسئولیت نسبت به همشهری هاش داره کسانی هم هستند که نسبت به کل جامعه امر معروف و نهی از منکر کنند خود این درجاتی داره خداوند متعال میفرماد در صفت آنها این دو صفت را دارند که یؤمنون بالله و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر امر معروف دارند و نهی از منکر در چه حدودی حدودی نداره انسان مکلف است موظف است که از مظلوم دفاع کنه حالا چه مظلوم همسایه خودش باشه چه مظلوم یک کارمندی در یک شرکت باشه یا در یه وزارت خونه چه مظلوم یه ملت باشه چه مظلوم شخص غریب باشه چه مظلوم فامیل انسان باشه پس بنابراین هم خودش یک نکته ایه که ایمان درجاتی داره امر معروف نهی از منکر نیز درجاتی دارد و ما موظف هستیم که اون مرتبه بالا را مد نظر قرار بدیم و بالاترین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر را به او عمل کنیم و طی کنیم نکته دیگر خداوند متعال میفرماد که و اولائک من الصالحین این نکته بسیار مهم است این نشونگر این است که کسانی که ایمان دارند به خدا و روز جزا کسانی که امر معروف و نهی از منکر می کنند اینایند که از زمره خوبان و نیکان و صالحان هستند به این معنا که اگر کسی این وظیفه رو انجام نداد گفت به من چه حالا کسی به کسی ظلم کرد حالا چه وزیری چه رئیس شرکتی چه استادی چه هر کسی بالاخره اگر کسی به کسی ظلم کرد و من گفتم به من چه این آقایی که میگوید به من چه لیس من الصالحین از خوبان نیست این علامت و مشخصه ایمان یک انسانه علامت و مشخصه صالح بودن اوست پس انسان اگر نماز خوند و روزه گرفت و حج رفت و خمس و زکات و و ما ذالک را انجام داد ولاکن امر معروفی در کار نبود نهی از منکری در سیستم زندگی او نبود جزو صالحان نیست این هم نکته چهارم در آیه شریفه اگر دیدیم که مسلمین جهان اینا آزادانه نمیتونن برن قاهره برای زیارت حضرت زینب علیه و السلام یا لزیارت مشهد الحسین علیه السلام نمیتونن اردن برن برای زیارت حضرت جعفر تیار علیه و السلام نمیتونن آزادان کربلا یا مشهد یا هر جای دیگر یا بقیع و مدینه اگر دیدیم که مسلمین جهان آزادانه نمیتونن برن اونجا خود این نشونگر این است که یک منکری اینجا رخ داده یک منکر بسیار مشخص بسیار واضح بسیار روشن کل مسلمین جهان موظف هستند که از این منکر جلوگیری کنن که هر انسانی آزادانه بتونه این مشاهد مشرفه را و این بارگاه های ملکوتی رو و قبرستان بقیع را و سامر رو و مشهد و ما اشبه ذالک از این مراقد متحر را زیارت کنه آزادانه اونجا اقامت داشته باشه و سکنا داشته باشه آزادانه اونجا اگر بخواد خانهی بسازه کارخانهی بسازه الارض لله ولی من عمرا پیان بر اکرم صلی الله علیه و آله که زمین از آن خداست و هر آن کس که اون زمین را آباد کنه پس بنابراین نه مرزی در کار هست و نه اجازه ای و نه ماش ما اشبه این هم نکته در این آیه شریفه نکته دیگر یه مقدار راجع به معروف و منکر صحبتی داشته باشیم یا یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر معروف یعنی چه منکر یعنی چه معروف اینجور ترجمه شده نیکویی منکر ترجمه شده بدکاری ولی که اگر بخوایم یه مقدار موشکافی کنیم معروف یعنی چه احتمالاتی چند راجع به معروف ممکنه ذکر بشه همچنان که این مطلب از مطالب سیال و فراگیر و دامن داری است چرا که همین مطلب در آیه های دیگر در واجه های دیگر نیز قابل بحث و تصور فرض کنید آیه شریفه یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث خداوند متعال پیامبری را فرستاد که هر آنچه را که پاکیزه است و مطبوع حلال می کند بر آنها و یحرم علیهم الخبائث هر آنچه را که پلید دست و منفور بر اونها حرام میداره الطیبات یعنی چی الخبائث یعنی چی مرحوم پدر مادر الفقه الفق جلد ظاهرا 67 و میفرمان احتمالاتی چند در الطیبات و الخبائث هست که همون احتمالات با یه مقدار تصرف و تغییر در آیه شریفه یا امرون بالمعروف و یا نهون علمون کر نیز جاریست یعنی چی معروف احتمالاتی چند ممکنه ذکر بشه احتمال اول مراد از معروف معروف عرفیس آنچه که در عرف مردم در عرف عام مردم به او میگویند معروف به او میگویند نیکویی شما وظیفتون این است که امر به او بکنید یا یامرون بالمعروف هر آنچه را که عرف عام مردم او را معروف و نیکو میشمارند شما وظیفتون اینه که از او دفاع کنید و به او امر کنید و هر آنچه را که مردم او را منکر میشمارند شما وظیفتون اینه که از او نهی کنید مثال هایی برای این مطلب ذکر میکنیم. مثال اول عدالت و ظلم هر انسانی هر عقیده ای که داشته باشه هر ایده ای که داشته باشه هر مذهبی که داشته باشه هر ملتی هر جمعیتی هر گروهی حالا چه در جنگل زندگی بکنن چه در صحرا چه در شهر چه شهر نشین باشن و چه در دهات باشن اینا ظلم را بد میدونن حالا چه شخصی به خانواده خودش ظلم کنه چه مسئولی به مردم خودش ظلم کنه فرق نمیکنه این منکر بلاشک برش صدق میکنه پس ظلم یکی از مثالهای شاخص منکره ظلم یکی از مثالهای روشن بد می باشد این درش بحثی نیست پس بنابراین احتمال اول در معروف و منکر معروف و منکر عرفیست مثال دومش خوش اخلاقی خوش برخوردی انسان خوش گفتار باشه خوش کردار باشه خوش برخورد باشه این معروفه حالا طرف حالا چه مسیحی باشه چه مسلمان باشه چه یهودی باشه چه مجوسی باشه چه بیدین باشه خوش اخلاقی یک ارزش مثبتی تلقی میشه این درش بحثی نیست معروفه شما امر به معروف باید داشته باشید نهی از منکر انسان باید داشته باشه پس بنابر این اینم یک احتمال به این معنا که معروف یعنی معروف عرفی مثال اول عدالت و ظلم مثال دوم خوش اخلاقی خوش برخوردی انسان خوش کردار باشه خوش گفتار باشه خوش پندار باشه اینم یک مثال مثال سوم حقوق مردم اگر کسی حق زن و بچهشو داره زایع میکنه منکر هست یا نه حالا فرق نمیکنه چه مسلمان باشه چه مشرک باشه چه کافر باشه چه باش اگر کسی حق زنش را ضایع بکنه یا حق بچه هاش را ضایع کنه یا رئیس شرکتی حق کارمندا را ضایع کنه این خودش مصداق واضح منکره یا حکومتی حق مردمش رو ضایع کنه یکی از حقوق مشخصه مردم همین جنت البقیع است جنت البقیع یک حق جهانی هر مسلمانی است بلکه حق هر انسانی است سامره و مشهد و نجف و کازمین و بقیه مشاهد مشرف کربلا و ما اینا حقوق مردم حساب میشه که باید مصونیت داشته باشه باید مقدس باشه به عبارت دیگه جزو ارزش های یک ملته حق عرفیه بحثی نیست این معروف عرفیه پس اگر کسانی مانند وحابی ها و حکومت عربستان قبرهای ملکوتی و مراقد مشرفه ائمه بقی علیهم الصلاة و السلام را منهدم کردن اینا در واقع یک حق عرفی مسلم مردم جهان را ضایع کردن و از بین بردن یک معروف مسلم عرفی را از بین بردن و یک منکر مسلم را مرتکب شدن احتمال دیگر در معروف معروف شرعی است یأمرون بالمعروف احتمال اول یعنی به معروف عرفی که احتمالی صحیح و درست احتمال دوم یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر یعنی امر میکنند به آنچه که از نظر شرع معروف است و خوب است و نیکوست و ینهون عن المنکر یعنی هر آنچه را که نزد شرع و خداوند متعال و بر اکرم و امه معصومین علیه مصطلات و از السلام منکر است هر چرا که منکر است اندش شاره ازش نهی میکنن خب الان در مثال مورد بحث ما که جنت البقیع باشد یا سامره باشد یا کل مشاهد مشرفه باشه اینا بلا شک معروفه خداوند متعال میفرمان که قال الذین غلبوا على امرهم لنتخذن علیهم مسجدا در قصه اصحاب کهف علیهم وعلی انبیائنا و علا انا والسلام در قصه اصحاب کهف خب گفتگویی شد بین دو گروه که آیا ما چکار کنیم نسبت به اصحاب کهف کسانی که از نظر حجت ظاهر آیه شاید این باش که کسانی که از نظر حجت و برهان و دلیل غالب شدند گفتن که لنت تخذن مسجدا احتمال دیگر اینه که قال الذین غلبوا على امرهم یعنی کسانی که بر حال اونها مطلع شدن و بر حال آنها زفر یافتند اونها قالو لنت تخذن مسجدا ما مزجدی و عبادتگاهی بر بدن اینها خواهیم ساخت که مقصد مردم و جایگاه عبادت مردم خواهد بود پس بنابراین از نظر شرع و از نظر قرآن کریم این داره شکی نیست که مشاهد مشرفه و بارگاه های ملکوتی ائمه اطهار علیه السلام و اسکر و اولیاء الله اینها از نظر شرع قدسیت دارن از نظر شرع شرعیت دارن از نظر شرع مسونیت دارن از نظر شارع اقدس اعتبار دارن قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا یا آیه شریفه دیگر که میفرماد که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هر آن کس که بزرگ بشمارد و محترم دارد شعائر الله را شعائر الله یعنی نشانه های دال بر خداوند متعال را آیا قبرستان بقیع و جنت البقیع از نشانه های دال بر خداوند متعال نیست؟ چرا که هست آیا بارگاه ملکوتی آقا امام هشتم علیه السلام و دال بر خداوند متعال نیست چرا که هست بحثی نیست آیا کسی که می روید کربلا یا نجف یا سامره یا زینبیه آیا همین که آمد و چشمش به قبه و بارگاه افتاد و بعدش وارد حرم متحرک شد بیاد و خدا نمیافته؟ بیاد ارزش های والای الهی و انسانی نمیفته ارزش هایی که همه اطهار علیه و السلام و خودشون رو برای اون ارزش ها فدا کردن پس بنابراین اینا بلا شک شاعر الله اگر کسی منهدم کنه قبور ائمه را علیهم السلام را یا تخریب کنه منکری را بلا شک مرتکب شده و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب عکسش خلاف تقواست این هم آیه شریفه دوم که نشونگر این است که معروف معروف شرعی نیز هست و منکر منکر شرعی نیز هست و مراد از این آیه شریف همینه آیات دیگر و روایت دیگر نیز میشه بهش استدلال کرد که اون خودش بحث مفصلی داره که در جایگاه خودش باید بیان بشه پس بنابراین یعمرون بالمعروف و نهون یعنی عن المنکر احتمال داره که مراد معروف و منکر عرفی باشه احتمال داره که مراد معروف و منکر شرعی باشه احتمال داره که مراد معروف و منکر لغوی باشه یعنی اگر شما به کلمات لغویین مراجعه کنید و ببینید که لغویین چی گفتن ببینید که بلا شک جنت البقی از مصادیق معروفه و از ارزش الهی و انسانی به عنوان مثال لغویین چنین میگویند که المعروف اسم لکل فعل یعرف حسنه به شرع و العقل معروف تیتریست و عنوانیست برای هر فعل و کار و عملی که چه شرع او را حسن و خوب و نیک بشماره چه عقل او را حسن و نیک و خوب بشماره حالا شما تصور کنید مردمی که میرن فرض کنید کربلا یا مشهد یا بقیه یا زیارت پیانبر اکرم صلی الله علیه و آله آیا عقل چی میگوید آیا شرع چی میگوید عقل میگوید که شما اینجا که رفتید به خاطر یک ارزش رفتید چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را یا امه اطهار علیه و از سلام را سمبل خوبی ها میبینید و دیدید و ایمان آوردید چون این آقا و این آقایون علیه و از سلام این ارزشها در آنها متجلی شده بود و به خاطر همین ارزش ها و به خاطر خداوند متعال فداکاری کردن شما اونجا میرید دیگه یذکرکم بالله سبحانه و تعالی انسان که وارد فرض کنید که حرم مطهر آقا ثامن الرحم علیه الصلاۃ و السلام و امام هشتم میشه همین که وارد شد خود این باعث این میشه که های مقدار بیشتر و بهتر مراقب خودش باشه فکری و تعملی درباره خودش و نحوه برخوردش با مردم و همچنین نحوه برخوردش با زن و بچهش و دیگران یه مقدار در این باره فکر بکنه و وقتی از حرم در میاد با یک روحیه جدید و با یک اراده جدید و با یک تصمیم جدید باید بیرون بیاد چرا که وارد جایگاه مقدس و تاهری شده پس بنابراین این هم درش بحثی نیست که مشاهد مشرفه و بارگاه های ملکوتی اولیاء الله اینها معروف لغوی نیز هستند احتمال چهارم و معنی چهارم برای معروف معروف واقعی است یعنی فی متن الواقع و نفس الامر اینا معروف و تخریب آنها منکره خب سوال این است که ما راه ما به واقع چیه ما چه راهی داریم که بدونیم واقعا این, واقع این معروف فی متن الواقع فی نفس الامر در حقیقت یکی از راه های شناخت واقعیات همون برهان این نیست که ما بهش اشاره کردیم یعنی شما از راه نتیجه پی ببرید به مؤثر از راه اثر کشف کنید مؤثر را از راه معلول بفهمید علت چه حالتی داره الان شما ملاحظه بفرمایید سالی ده ها میلیون انسان حداقلش، اقلش ده ها میلیون انسان اینا سفر میکنن و حرکت میکنن به طرف مشهد مقدس به طرف کربلا به طرف سامره کازمین به طرف مدینه و مکه به طرف زینبیه و ما به ذلك من المراقد المطهر ده ها میلیون انسان شاید بیش از ده ها میلیون انسان شاید صد میلیون انسان دویست میلیون انسان کمتر بیشتر اینا سالی راهی این عطبات عالیات میشن خب اینا همه حاجت دارن شاید سالی ده ها میلیون حاجته خیلی از اینا روا میشه معمولا برای حاجت ها ممکن انسان پیلیستی تهیه کنه پنجا حاجت از خداوند متعال توسط بتره به خداوند متعال ده حاجتش را پنج حاجتش را چل حاجتش را روا می داره معمولا کسی نیست که یکی از این مشاهد مشرفه را زیارت کرده و دست خالی به مال کلمه معنا برگشته ممکن است چار حاجتش هم به خاطر مسالحی روانشه اما بالاخره یک عدد از حاجاتش روا خواهد شد این درش بحثی نیست اگر نه این همه مردم که اگر مرتب دست خالی برمیگشتن و اثری و نتیجه ای نمیدیدن که نمی رفتن این که امر واضحیه مردم بالاخره عقل دارن هوش دارن میفهمن شاید سالی ده ها میلیون حاجت روا میشه در همین مشاهد مقدسه خب این اثر دیگه خود این اثر خود این کرامت و کرامت ها خود این اعجاز نشونگر این است که پس یه واقعیتی داره این مشاهد مقدسه یه واقعیتی داره جنت البقیه یه واقعیتی داره مشهد و کربلا و زینبیه درش بحثی نیست اگر نه خلاف حکمت خداوند متعال است که خداوند متعال اغرائه به جهل بفرماد یعنی اعجازی کرامتی یک اثر غیبی قرار بده در چیز باطل معقول نیست در چیز منکر پس بنابراین حتما باید معروف باشه حتما باید در متن واقع منشاء. خیرات و برکات باشه که ما ببینیم همچی خیرات و برکاتی از اون مراقد متحر سر میزنه و حاصل میشه بس بنابراین معروف واقعی نیز هست مشاهد مشرفه و بارگاه های ملکوتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت تاهرینش علیه مصطلات و از سلام. سلامه خب الان سوال این است که وظیفه ما چیست الان هشتاد و شش سال از انهدام جنت البقیع میگذره سه چهار سال از تخریب و منفجر کردن مرقد و بارگاه ملکوتی آقا امام دهم ده و یازدهم میگذره و هنوز یک اقدامی که واقعا جدی باشه و سریع باشه صورت نگرفته یک کارایی دارن میکنن اما خب بنابوده ظرف شش ماه یا یک سال کل این برنامه تکمیل بشه که متاسفانه تا الان نشده وظیفه ما چیست؟ وظایف متعددی ما داریم که ما الان در این وقت کم به دو وظیفه اشاره می وظیفه اول برقراری مجالس عمومی دعا و توسل بعضی از بزرگان عبارت جالبی داشتن میگفتند که گرفتاری ها گاهی جنبه شخصی داره یک کسی خودش مریض یا خانومش مریضه یا همسایش فرض کنید مزاحم او میشه، یا یک زندانی داره حالا چه به حق چه به با باطل خب این یک گرفتاری شخصیه در گرفتاری شخصی دعا و تزرع و توسل شخصی کفایت میکنه برای حل اون مشکل و دفع اون بلا اما گاهی گرفتاری جنبه عمومی داره گاهی بحرانهای عمومی رخ میده یعنی مشکلات فراگیر و دامن دار که دامن میلیون ها انسان را میگیره پس مشکلات گاهی مشکلات شخصیه و گرفتاری ها گاهی مشکلات فراگیر و عمومیه و بحران عمومیه در بحران های عمومی دعای شخصی به درد نمیخوره نیاز داره به این که انسان مجالس دعا مجالس دعای عمومی برقرار بشه الان شما ببینید قصه تخریب جنت البقیع مسئله شخصی نیست یک گرفتاری شخصی نیست یک جنایت شخصی نیست به یک نفر که نیست و انما در واقع این یک جنایتی است و یک اهانتی است به صدها میلیون مسلمان جهان بلکه به هر انسانی که در جهانه چون ائمه ما علیهم الصلاة و از السلام ارزش هایی که داشتن هر انسان در برابر اون ارزش ها خاضع و خودش را مدیون اونها میبینه علیهم الصلاة و از السلام پس بنابراین یه مشکل شخصی نیست این مشکل جهانی است در واقع یک بحران و یک اهانت جهانی نسبت به کل بشریت است خب وظیفه ما اولا مجالس دست جمعی دعا بعد از هر نمازی خود دعا ارزش داره و قال ربکم ادعونی استجب لکم همین که انسان بیاد این مطلب باشه و هر روز در مسجد در مساجد در حسینیه ها بلکه مجالس دعای دست جمعی ماهی بار هفته یه بار سالی یه بار اگر داشته باشیم برای رفع کل گرفتاری ها از هر انسانی و کل ظلم ها از هر ملتی از جمله ظلم به مشاهد و مراقد متحر ائمه بقی علیه الصلاة و از السلام پس راه اول و وظیفه اول برقراری مجالس دعاس و توسل و تذرع اما راه دوم راه دوم که راهی است بسیار مهم و مؤثر این است که ببینید ما در جهان صدها میلیون مسلمان داریم شاید بنابر بعضی از آمار ما دو میلیارد مسلمان در جهان داشته باشیم دو میلیار یک رقمی است فوق العاده سرساماور دو میلیار انسان خیلی کار ازشون میاد اگر در روز هشتم شوال که سال روز منهدم کردن جنت البقیع است اگر در روز بیست و سوم محرم که سال روز تخریب و منفجر کردن سام رست و مشهد آها امام دهم و امام یازدهم علیه علیهم و و السلام ده ها میلیون انسان به خیابون ها بریزن و تظاهرات مسالمت آمیز داشته باشند یا تحسن و اعتصاب های مسالمت آمیز داشته باشند آیا این ظلم تا همکنون ادامه پیدا می کرد؟ بحثی نیست در این است که اگر واقعا همچه حسی در مردم بود اصلا اگر مردم واقعا در پی این مسئله باشند که هر حقی که زایع شد ممکنه این حق باشه ممکنه حقوق دیگری انسان در نظر بگیره اگر حقوق مردم زایع شد و واقعا مردم این روش را در پیش بگیرند که تظاهرات مسالمت آمیز داشته باشند یا تحسن و اعتصاب مسالمت آمیز داشته باشند خود تظاهرات مسالمت آمیز نشونگر درایت یک ملت تظاهرات مسالمت آمیز نشونگر ایمان یک ای ملت چون اگر کسی واقعا ایمان داره به اینکه حقش داره پایمال میشه خب باید نهی از منکر کنه دیگه پس تظاهرات مسالمت آمیز نشونگر ایمان یک ای ملت تظاهرات مسالمت آمیز نشونگر درایت و هوش و ذکابت مردمه تظاهرات مسالمت آمیز نیز نشونگر اعتماد به نفس ملت است به خود این درش بحثی نیست اگر واقعا حکومت ها حالا چه در شرق چه در غرب بدونن که اگر به مردم ظلم کنن اگر به حقوق مردم تجاوز کنن اگر تعدی کنن مردم کوچیک و بزرگ زن و مرد میرزن خیابون به شکل مسالمت آمیز حق خودشون را مطالبه میکنن آیا حکومت ها همچی جرعتی خواهند کرد که مرتب حق مردم را پا... پایمال کنن آیا حکومت عربستان همچی جرعتی داشت که تا الان که 86 سال میگذره بازم قبرستان بقیه به همین شکلی که شما میبینید که واقعا یک فاجعه است آیا واقعا اینا جرعت داشتن که ادامه بدن همون نحوه عملشون را و جلو خاسته حدود دو میلیارد انسان را بگیرن از اون طرف دو, دو میلیون وحابی همچی نظری دارن که این اسم شرکه و دو میلیون اقلیت بلکه شاد هستن اینها دو میلیارد انسان بلکه کل بشریت معتقدند که مراقد مقدس معتقدند که مشاهد معتقدند که بارگاه های بزرگان یک امر مقدسی است امری است که باید مسونیت داشته باشه بلکه جزو ارزش ملی خودشون میدانند که این بارگاه ها نسبت به اون بزرگان اینا حفظ بشه تعظیم بشه تجدیل و قدردانی از اون بزرگان بشه به این نحو و به انحاء دیگر پس یکی از وظایف ما در روز هشت شوال و در دوره سال یکی از وظایف ما در 23 محرم و در دوره سال در دفاع از جنت البقی در دفاع از سامره در دفاع از آزادی هایی که در این مشاهد مشرف باید باشه همونطوری که اشاره کردیم روایت داره که الارض لله لمن عمرها و خداوند متعال میفرماد که فمشو فی مناکبها و کلوم رزق خداوند متعال میفرماد که گذرنامه از گذرنامه خبری نیست از شناسنامه خبری نباید باشه فهم شوفی مناکبه ها حرکت کنید سیر و سیاحت بکنید در اطراف زمین نه گذرنامه هست و نه کارتی و نه ما عشبه. شما میخواید برید مشهد یا میخواید برید کربلا یا میخواید برید اردن یا قاهره برای زیارت مثلا از با مثال آقا امام هشتم یا آقا امام دهم یا <سؤال> آقا سید الشهدا علیه السلام و السلام نباید دولت از شما ویزایی بخواد خداوند متعال میفرماید فهم شو فی مناکبها هر جای کره زمین خواستید حرکت کنید برید حرکت کنید و کلوم رزق بالاخر خدا خدای ما زمینم زمین هم از آن خداست او هم به ما اجازه داده در واقع اون اجازه رو خدا خداوند متعال صادر فرموده فهم شوفی فی مناکبها و کلو من رزقه هر انسانی مرحوم پدر ما کتابی دارن بسیار زیبا اسمش تدویل المدن المقدس جهانی کردن شهرهای مقدس ایشون میفرمان که شهرهای مقدس مکه، مدینه، کربلا، سامره، مشهد اینا از آن کل مسلمین جهانه چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که ملک عربستان سعودی که نیست و همچین آقا سید و شهده علیه السلام و از شهرشون شهر مقدس کربلا نباید تحت سیطره و سلطه دولتی به نام فرض کنید فلان دولت باش مشاهد مشرف و بارگاه های ملکوتی اعمه اطهار علیه, علیه و السلام و و شهرهای مقدس ملک و ازان کل مسلمین جهانه پس هر مسلمانی هر آن که خواست بدون ویزا بدون گذرنامه حق باید داشته باشه بیاد زیارت و همچین حق باید داشته باشه که کارخونه اگر خواست بسازه اگر خواست خونه داشته باشه نه اجازه لازم داره نه بروکراسی معروف چرا که خداوند متعال از قبل اجازه رو صادر فرمود این خودش منکریه که هر مسلمانی آزاد نیست به این که بره زیارت بزرگان دین و بزرگان جهان و بزرگان بشریت خداوند متعال می فرماد که یؤمنون بالله والیوم الاخر صفت آنان این است که ایمان میاورند به خداوند و روز جزا و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین امیدوار هستیم که خداوند متعال به ما توفیق عنایت بفرماد که از صالحین و از خوبان و نیکان باشیم و به وظیفه امر معروف و نهی از منکر ما رو موفق بداره به لطفه و کرمه و امیدوار هستیم به همت شما مؤمنین به همین زودیا شاهد بازسازی جنت البقیع و بقیه مشاهد اولیاء خدا باشیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین